بنام یاد خدا و سلام صبح دام خیر. به برنامه آغاز روز از آریانا نیوز با من به سر خوش آمدید امیدوار هستم که در هر کنار گوشه جهان سین یک صبح جمعه خوب خوش را در کنار خانواده و دوستان محترم آغازگر بوده باشین مثل همیشه بخش اول برنامه ما پایگاه خبری است که بعض خبرهای مهم از, بعض سایت ها برتان گرفتیم که به خانش میگیریم امیدوار هستیم که تا پایان برنامه ما را همراهی بکنید زندانیان هنوز هم در افغانستان شکنجه می شوند. سازمان ملل متحد گفته است که شکنجه در زندان های افغانستان کاهش یافته اما هنوز زندانیان منازعات مسلحانه در این کشور شکنجه می شوند. این گزارش که در نتیجه گفتگو با 618 زندانی از اول جنوری 2017 تا پایان 2018 تهیه شده نشان می دهد که یک سوم زندانیان منازعات مسلحانه از بدرفتاری و شکنجه گزارش دادهاند. این زندانیان در 77 هفت هفت توقفگاه در 28 ولایت افغانستان مصاحبه شدهاند. اند. ملل گفته است در مجموعه در میان کسانی که در توقیف های ملی دفاعی و امنیتی افغان قرار دارند بر اساس گزارش نمونه ای توقیف شدگان 32 درصد از موجودیت شکنجه و بدرفتاری گزارش دادند که در مدت مشابه گزارشدهی قبلی 1 جنوری 2015 تا 31 دسامبر 2016 این شمار 39 درصد بوده است و به ویژه این کاهش در سال 2018 بیشتر قابل توجه بوده است. به صورت مشخص یافته های این گزارش نشان می دهد که شکنجه در زندان های امنیت ملی از 29 درصد به 19 درصد در زندان های پلیس از 45 درصد به 31 درصد کاهش یافته است. اما بدرفتاری هنوز در زندان های پلیس وجود دارد. من المتحد تاکید کرده است که کاهش در استفاده از شکنجه و یا بدرفتاری تا اکنون به حد کافی نیست که نشان دهنده اقدامات لازمی اصلاحی باشد در این گزارش شاید هری نوع شکنجه و بدرفتاری خوانده شده اما مصاحبه شوندگان اعتراب اجباری خفه کردن شک برقی کش کردن آلات تناسلی و آوزان کردن از سقف را نیز گزارش دادهاند این گزارش اما گفته است که افغانستان در زمینه تطبیق پلان ملی افغانستان برای از بین بردن شکنجه های پیشرفته داشته است. تدامی چی آماماتی اما نماینده خاص سرمونشی سازمان ملل متحد در افغانستان با استقبال از اقدامات دو سال گذشته حکومت گفته است. هنوز هم راه طولانی برای ریشکن کردن این عمل فاجعه در میان توقیف توقف شدگان منازعات مسلحانه باقی است. احترام به حاکمیت قانون و حقوق بشر بهترین راه برای ایجاد شرایط صلح پایدار خواهد بود. میشل بشلت کمیشنر عالی ملل متحد در بخش حقوق بشر نیز سیاستهای حکومت افغانستان را برای مقابله با شکنجه و بدرفتاری تاثیرگذار اما ناکافی خوانده است خانم بشلیت گفته است من از دولت می خواهم که برای ایجاد یک مکانیزم پیشگیرانه ملی جهت حصول اطمینان از بررسی مستقل و بیطرفانه در مورد رفتار با توقیف شدگان سریعا اقدام جدی کند افغانستان یک سال قبل به پروتکل اختیاری کنواسیون من شکنجه ملحق و به تطبیق آن متحد شد همچنان در صفحه دیگر رادیو آزاده نگاشته که میزبانی نشست آینده قطر را حکومت افغانستان به عهده دارد یک منبع در حکومت افغانستان میگوید که حکومت فیصله کرده که تمام 250 تن لیستشان اعلام شده را به نشست قطر میفرستد در حالی که طالبان مسلح گفتند که هیچ کس اجازه ندارد در نشست قطر نظر حکومت را ارائه کند یک منبع حکومت افغانستان میگوید که میزبان نشست آینده قطر را دولت جمهوری اسلامی افغانستان به عهده گرفته است این منبع که به خاطر حساسیت موضوع نمیخواهد نامش گرفته شود به رادیو آزادی گفت که هیئت شرکت کننده در نشست قطر پس از چاشت فردا شنبه به جانب قطر حرکت خواهند کرد انتظار میرود روز جمعه یک هیئت بزرگ از حکومت با نمایندگان طالبان و مسلط در دوحه پایتخت قطر نشست مشورتی را در مورد صلح و ثبات در افغانستان آغاز نمایند حکومت افغانستان به روز سه شنبه برای شرکت افراد در این نشست لیست 250 نفری را اعلام کرد. این منبع حکومت می گوید که حکومت فیصله کرده است که تمام 250 نفر را که نامهایشان اعلام شده را به قطر میفرستد. اما یک منبع طالبان در قطر با اشاره به ترکیب هیئت افغان برای رادیو آزادی گفته است که ممکن آنها این نشست را تحریم کنند این منبع گفته است که آنها یک لیست 240 نفری را قبلا به دولت قطر داده بودند که آنان را با حکومت افغانستان شریک سازد اما میگوید حالا نام آن افراد در این لیست وجود ندارد این منبع طالبان گفته است که این لیست, حکو... این لیست حکومتی است و آنها دیکتاتی شدهاند. تا کنفرانس را بی نتیجه به پایان برسانند. اما برخی از سیاسیون افغان اعلام کردند که در این نشست شرکت نمی کنند. عطا محمد نور رئیس اجرایی جمعیت اسلامی لیست اعلام شده را فرمایشی خوانده اما امیرالله صالح معاون نخست محمد اشرف در انتخابات آینده ریاست جمهوری گفته است که به دلایل تکنیکی و شخصی در این نشست شرکت نمی کند. در همین حال ریاست جمهوری افغانستان می گوید که نشستی که در خصوص نشست قطر میان اعضای مهم شورای مصالحه و رئیس جمهور برگزار شده بود پایان یافته است. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در این نشست گفت امروز برای اولین بار زمینه مساعد گردید است که با طرف مقابل بحث های همه جانب داشته باشیم. شما در قطر از دولت جمهوری اسلامی افغانستان و ملت واحد و عظیم افغانستان نمایندگی می کنید. از حقوق هر طفل، هر زن، هر مرد، هر خانواده شهید و هر شهروند افغانی نمایندگی می کنید. آقای غنی به حیاتی که قرار است به قطر بروند گفت طالبان را قانع کنند که به مذاکرات با دولت جمهوری اسلامی افغانستان راه دیگر ندارند و برای ختم جنگ نسخه دیگر هم پیدا نمی شود. رئیس جمهور غنی گفت در جنگ افغانستان غالب و مغلوب وجود ندارد و با تأمین صلح در کشور نفع افغانها و اطفالشان نهفته نه است. هرچند انتظار می که نشست قطر به تاریخ 19 اپریل آغاز شده و تا 21 اپریل ادامه یابد اما در اعلامیه طالبان آمده است که این نشست در 20 و 21 اپریل برگزار می شود در این حال حمید عزیزی کارشناس امور بین الملل با اشاره به لیست تهیه شده از سوی حکومت میگوید که حکومت افغانستان اراده برای صلح قبل از انتخابات ریاست جمهوری ندارد خود اعلام این 250 نفر نوع ابزار فشاری بالای طالب بوده و در مقابل طالب هم با یک دیپلماسی قوی تور واکنش نشان می دهد که متقابلا حکومت افغانستان را تحت فشار افکار عمومی و شرایط مختلف قرار بدهد. تصور من همین است که یا این نشست برگزار نخواهد شد و یا برای یک مدت زمان طولانی بد طوی خواهد افتاد تا اینکه روی مکانیزم انتخاب, انتخاب افراد یک مذاکره و مفاهمه صورت بگیرد. <تصفح> گلپاچا مجیدی یک عضو کمیسیون امور بین المللی دور 16 همه تقنی و جرگه بالای لیست تهیه شده از سوی حکومت انگشت و انتقاد گرفته و میگوید باید در این لیست نام های کسان جا داده می شد که برای طالبان قناعت میداد تا به جنگ نقطه پایان بگذارند. اما این که نشست آینده قطر برای پروسه سال کدام کمک می کند یا خیر پرسیش است که جواب آن پس از نشست قطر فاضی خواهد شد در صفحه دیگر هم رادیو دوباره نگاشته که شورای سال شاید تعدادی از اعضای از هیئت افغانی در نشست قطر شرکت نکنند. معاون شورای عالی سال افغانستان میگوید هیئت افغانی برای اشتراک در گفتگوهای بین الافغانی در قطر امروز راهی شهر دو همی شود. هرچند در فهرست تعیین شده از سوی حکومت 250 نفر شامل اند تا در این گفتگوها شرکت کنند اما حبیبه سرابی معاون شورای عالی سال که خود شامل فهرست هیئت است میگوید شاید تعداد از آنها در این نشست شرکت نکنند خانم سرابی که شام دیروز چهارشنبه با رادیو آزادی صحبت میکرد از آنانی که بنابر معاذر آ... به قطر سفر کردن نمیتوانند یاد نموده افزود همه لیست نه یک تعداد شاید نظر به برخی مشکلات شخصیشان و یک تعداد بنابر مشکلات لوجستیکی نمیروند و متقابی فهرست در گفتگوها شرکت میکنند ما همه می رویم تا وضعیت فعلی افغانستان را تشریح کنیم در این ترکیب نمایندگان جامعه مدنی مردم بازرگان و هر سه قوه افغانستان شامل پیش از این طالبان در اعلامیه گفته بودند که تنظیم کنندگان این نشست در دوحه پلان پذیرش و این نمایندگان از کابل را ندارند. همزمان یک منبع طالبان در قطر به آزادی گفت که آنها امکان دارد روی اشتراک تعداد زیاد نمایندگان از کابل این نشست را تحریم کنند حکومت افغانستان تا کنون در مورد این سخنان طالبان عکسالعمل نشان نداده است از هم در یک دعوت نامه تنظیم کنندگان نشست قطر که به دسترس رادیو آزادی قرار گرفت آمده که آنها امکان پذیرش 300 نفر را دارند. در این دعوت نامه نوشته شده است. همه اشتراک کنندگان در این کنفرانس با حیث یک فرد اشتراک می کنند. هدف اصلی کنفرانس دو حد توجه به پیشرفت در گفتگوهای اخیر و رنگ تازه دادن به مذاکرات صلح می باشد. این این همان نکاتی یعنی که نمایندگان طالبان پیش از این هم به آن اشاره کرده بودند که گویا با این هیئت به مسابقه افغان افغانان عادی گفتگو صورت می گیرد. طالبان همچنان تاکید کردند که این هیئت نظر حکومت را بیان نمی توانند. طالبان تا کنون گفتگو، گفتگوی مستقیم با حکومت افغانستان را رد کردند. اما رئیس جمهور افغانستان دیروز با هیئتی که راهی قطران ملاقات کرد و به آنها گفت طالبان را قناعت دهید که بدون مذاکره و گفتگو با حکومت افغانستان راه دیگر نداشته و ختم جنگ دیگر نسخه ندارد معاون شورای عالی صلح افغانستان میگوید پیش از وقت است که به نتایج مثبت این نشست خوشبین بود حبیبه سرابی افزود شاید چنین نشستها باز هم برگزار شوند وزارت معارف تره افزایش معاشات معلمین آمده شده و تا سه ماه دیگر عملی می گردد. وزارت معارف افغانستان می گوید که طرح افزایش معاشات معلمین آمده شده و تا سه ماه دیگر عملی خواهد شد. سرپرست وزارت معارف افغانستان هرچند کمبود معلمین در مکاتب را هنوز هم یک چالش میداند. اما تاکید دارد که در سال روان خورشیدی یازده هزار معلم جدید جذب خواهند شد. میرویس بلخی سرپرست وزارت معارف روز چهارشنبه 28 حمل 1398 که برنامه های کاری سال آینده و دستورت های سال گذشته را بیان میکرد گفت هنوز هم شماری از معلمین دوازده پاس در ولایت کشور مشغول تدریس ان. اما وزارت معارف پروسه ارتقای تحصیلی معلمین در ولایت کابل را به گونه عملی آغاز کرده است او گفت حداقل معلمین دوازده پاس که ما داریم معلمین چارده پاس که داریم در تربیه های معلم به صورت داخل خدمت ارتقای کیفیت و ارتقای ظرفیت ببینند و دوازده پاس ها چارده پاس و چارده پاس های شانزده پاس این موارد را در نظر گرفته ایم و ادامه خواهد داریم سرپرست وزارت معارف همچنان افزود که در های روان خورشیدی دوازده شاریه دو میلیون جلد کتاب چاپ می شود و پروسه توزیع آن در مکاتب آغاز خواهد شد و گفته وی در سال 1397 حدود 185 باب مکتب جدید امار شده است و همچنان 126 مکتب دیگر از متوسطه به عالی ارتقا نموده است آقای بلخی در حال از, مصرف مس، 75 درصد بودجه در سال قبل خبر می دهد که هنوز هم مشکلات در نظام تعلیمی در کشور وجود دارد. نبود میز و چوکی در بعضی از مکاتب مرکز ولایت، کمبود معلمان مسلکی در مکاتب، کمبود کتاب های درسی از جمله مشکلات عمده به شمار می رود. از سوی هم نجب الله خاجه عمری وزیر تحصیلات عالی که برنامه های کاری سال آینده و دستاورت های سال گذشته را بیان میکرد گفت که بازنگری نصاب های تحصیلی آغاز شده است. و افزود که های تحصیلی مطابق به با بازار کار ایجاد می شود و تا اکنون 20 رشته تحصیلی بازنگری شده است و کار بالای بازنگری در رشته تحصیلی دیگر جریان دارد او بیشتر گفت ما توانستیم که بیشتر از 20 رشته را بازنگری کنیم و کار درشتی دیگر رو کنون در حال جریان است. در مجموع به اساس نیا سنجی ما 165 رشته را تشخیص کردیم که باید کار رویش صورت گیرد که این کار به شکل دوامدار ادامه دارد. تعدادی از استادان را برای آموزش نصاب سازی به بیرون از کشور فرستادیم که بیشتر از افتاد استاد به مالزیا فرستاده شدند و آنجا آموزش مبتنی بر نتیجه را دیدن و دوباره به افغانستان برگشتند. در حال وزیر تحصیلات عالی از بازنگری نصاب تحصیلی سخن میزند که شماری از محصلین همواره از نصاب کنونی انتقاد دارند و میگویند که نصاب تحصیلی کهنه است و جوابگوی نیازهای امروزی محصلین نیست. سفر هیئت افغانستان برای شرکت در نشست بین قطر به طبیق افتاد. منابع معتبر در حکومت افغانستان در گفتگو با بی بی سی تایید کردند که سفر هیئت افغانستان برای اشتراک در نشست بین قطر که قرار بود دیروز پنج شنبه حمل صورت بگیرد برای مدت نامعلوم به طبیق افتاده است. قرار بود هیئت 250 نفر از افغانستان در سه روز آینده با نمایندگان طالبان در قطر دیدار و گفتگو کنند شماری از اشتراک کنندگان نشست نیز در گفتگو با بی بی سی تأکید کردند که از ریاست جمهوری با آنها تماس گرفته شده و گفته شده که سفرشان به طبیق افتاده است اما شاه حسین مرتظمی معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان می‌گوید که بحث طویق در میان نیست و قرار نبود که حتما امروز پرواز صورت بگیرد واکنش طالبان به انتشار فهرست اشتراک کنندگان نشست دوها نشست قطر محفل عروسی نیست هیئت افغانستان در نشست دوها با طالبان تعیین شدند طالبان نیز گفته نشست همچنان پا بر و به تعویق نیفتاده است. نشست قطر دومین نشست بین الافغانی میان نمایندگان طالبان و شخصیت های سیاسی و نمایندگان احزاب افغانستان است. اگرچه طالبان گفتند که این نشست با هدف تامین سال برگزار می شود. اما بارها تاکید کردند که هیچ کس در این نشست از حکومت افغانستان نمایندگی نمی کند و این نشست تنها برای ابراز نظریات و پالیسه هاست. نشر فهرست 250 نفری هیئت افغانستان برای شرکت در این نشست انتقادهایی از سوی شخصیت‌های سیاسی، نهادهای مدنی و گروه طالبان را به دنبال داشته است. اولین نشست افغانی در مسکو نخستین دوره نشست بین الافغانی میان نمایندگان طالبان و شخصیت ها و سیاسی افغانستان حدود دونیم ماه پیش در مسکه برگزار شد. حکومت افغانستان در این نشست غایب بود و اعلام کرد که شرکت کنندگان آن صلاحیت اجرایی ندارند. برگزاری این نشست نیز با انتقاد زیاد از سوی مقام های حکومتی همراه بود. پس از این نشست حکومت پس از این نشست حکومت افغانستان برای سفر و اشتراک شماری از نمایندگان طالبان که در فهرست سیاه سازمان ملل شامل بود به این سازمان شکایت کرد. اما امبار که قرار است برخی از اعضای دولت نیز در این نشست شرکت کنند چند روز پیش طالبان اعلام کردند که اسامی اعضای هیئت مذاکره کننده آنها برای نو ماه از فهرست سیاه سازمان ملل خارج شدن. در نشست مسکو طالبان اعلام کردند که قانون از اساسی افغانستان را نمیپذیرند و در قطنامه پایانی نشست بر خروج کامل نیروهای خارجی از افغانستان تاکید شد. موضوعات تا مهم بود که از بعض سایت ها برتان به گرفتیم حال هم یک وقفه میگیریم بعد از وقفه همچنان برنامه آغاز روز ادامه دارد. دوخن کې مېهربان خدای پراما قدر مولودونکو سلام دا غزر روز د خبراوني دوام دی تاسو به هم خره غلاس وایم ز او زمام کار به تر لاسوبې پورې ست سره ووسو په دا خبرونه کې په بیلبیل مووضوعه باندې له بیلبیل ملمنو سره با خبري اترې کوو په دې حالات هم د خبرونې تر پای پورې مکثره پات شي وګورم راز ولکي کې چې اویات ثونه د چرګانو دانات ترکمنستان ته صادره شوی او محمد ارتیا لیدلکی کې افغانستان ته ویلکی کې د چرګانو دانې خپل مو کوارده او د اماده چې د څه موضوعاته لمه خمو کوو بیا هم دغه دانه ترکمانی سانتا ورده ترڅنګه تومره مهم دی کورنی خپل بازار موکته او بهرنی بازار تومره مهم دی چې موږ راځو په بهرانو بازارونو باندې حالت مو پانګونه کوو باس کوو تم کې کوم دغه موضوع باندې حکیم الله صدیقي د اقتصادي چارو تحلیلګر په ستر په سټو کې دلته سره باس کوو تاسو سره علاقم خلي صدیق سلام خدمت شما خدمت هم کارون تخنیکی شما بنګان تلویزیون دیرمانانه کو سر کې خالي صدیق د پاسکوو چې د چرګانو د انار تروراس ولکې چې په ډیره پیمانه باندې ترپمنستان هی واته صادره شو. ام ترڅانګي ولکې مو کوړدو هم دلته کوم موضوعات تاباته کټنه و شي. قراني مارکر مارکر باید مو لپاره مارک مهم و سی چې بهرني. درکل خدمت شمار څنوم چې ما اگر بس کشور وارداتی بشتر به کشور صادراتی مو بدل شویم خوب تر است ولی اگر ما نیازهایی داشته باشیم در داخل از کشور بیشتر باید از تمرکز ما بالای مارکت های داخلی ما باشه بالای کنترل نرخ نوا باشه و این دانه هایی را که ما صادر کردیم به کشور دیگر اینا را ما میتونستیم که به نیازمندی های مملکت خود نظر گرفته بعد از او با صادراتی که از پیمانی نیازمندی های کشور ما که اضافه تر میمان اونا را ما باقی یعنی با, با, با کشورهای که نیازمند و که کشور خود ما اونا تقسیم بندی می شد و اونا کوالتی شم شد از کشورهایی که ما دانه های رو وارد می کنیم بالاتر باشد چون ما یک کشور زراعتی بیشتر هستیم و استاستا اگر بالای سکتور زراعت ما مهم. کار شود کار صورت بگیره ما اقلام و بیشتر, و بیشتر خود ما صادرات خود بالای ام کالاهای که ما داریم کالاهای صادراتی که ما داریم اونا را نیازمندی از نیازمندی های مملکت ما پوره بود ما او را با کشورهای همسایه و کشورهایی که علاقه منده هست صادر می کردیم در پالی از او افغانستان تلاش به کنه که ما چطور بتانیم از وارداتی که ما فعلا داریم 90 91 فیصد از او خلاص شویم و منافی که و صادراتی که ما داریم اواید خوبتر داره اول تمرکز بالای بالا نیازمندی های کشور شا. در کدام عرصه در کدام جاها ما نیاز داریم که اونا که بیشتر کار صورت بگیره و که خصوصا مواد اولی که نیازمندی های مردم ماست اونا بالاش تمرکز صورت بگیرم. سید خسیب دخ بلا دست شیخ کارندوی که وی چی دلت موگ کردنه ضرورت لرو اما به هوادونو ته هیوادونو تای صادره وارد موگی وارده و لدیزه صادرو و نورو هیوادونو یکی از کارهایی که با تا صورت بگیره در کل ممالک کنا نا است و چون راه ندارن از در کشور دیگه وارد میکنن و از پس دوباره به کشورهای دیگه صادر میکنن هر کدام منفعت خود گرفته و محق ترانزیدی که است شاید مثلا کشور ایران از پاکستان کالاها را خریداری میکنه و از طریق افغانستان به ایران صادر میکنه که هر مملکت حق داره تا روی مسائل روابط تجارتی بیشتر کار کنند و حق ترانزیتی که از او در آمده است و دست بیاره و تون تا کالاهای اما مملکت دیگری که از طریق افغانستان به کشورهای دیگر صادر میشه هم منفعتش به خود افغانستان برسه و هم منفعتش به کشور کونا از کشور همسایه افغانستان خریداری کرده این یک ای 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 درآمد خوبتر است. در پالی از او ما اگر بیشتر تمرکز بالای بالا همین موادی که تولیدی در افغانستان است خصوصا امی دانجات مرغی که از افغانستان به کشور ازبکستان صادر شده ای, 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 ای شاید همین موارد باشه که ای 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 تخم ها و دانه هایی که از کشورهای دیگه خریداری شده باشه باز افغانستان خریداری کرده باشه و با بالای کشورهای کشور همسایه و فروش رسیده باشه ما تمرکز مایی باشه که ما خود ما تولید کننده باشیم ما در مدت پنج سال بیشتر بالای سکتورهای تولیدی خود با تاس کار میکردیم اگر ما بالای تولیدات خود بیشتر کار می کردیم و بازاریابی می کردیم کالاها اقلامی که از افغانستان با کیفیت خوب صادر می شد از بازار خوب برخوردار بود نامنی ها شما ببینید بیشتر شده به بی سطح بیکاری به اوج خود رسیده که ما که از اینا با به قسم جلوگیری شود تازه فرصت کاری مهیا شده اشخاصی که فعلا دست و کارهای جرایم جنایی میزنه اونا مشکلات اقتصادی شاد داشته باشن بیشترشان شاید از 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 از, از گذشته ها از فامیلا همی رقم باشن به مشک... جرایم جنایی دست داشته باشن کنار ما باید از جلوشانه بگیریم مردم ما فعلا بیشتر در نامنی ها زندگی میکنن حکومت توجه داشته باشه ما چند لحظه پیش تلفون که زنگ آمد ما را اوکی کردم و گوشم بود از سر پل گوشیم موترسکل والا گرفت اسکر استاد بود در سایه نایه اوزی ولی هیچ کس جلوش گرفته نتانست ما باید از اشخاصی که کارا را میکنه جلوش را بگیریم و وقتی که میگیریمش اونا را به محاکم بسپاریم تا اونا اما مطابق با مجرم خود جزایی که که برشتاین میشه و اونا را ببینه در کل بالای سکتور اقتصاد ما و شما بیشتر کمتر کار, کار صورت گرفته توجه کمتر... کمتر شده که ما تمرکز ما است که بیشتر حکومت ها توجه عزی باشه که سرمایه گذاری را در طول پنج سال سرمایه گذاری خارجی را تشویق میکنند فرصت هایی را برشان مهیا می ساختن. که فعلا در اواخر حکومت هستیم و نامنی های بیشتر است هیچ کس هم علاقه مندی سرمایه‌گذاری در افغانستان نمیگیره کشمکش های داخلی و سیاسی بیشتر سبب ازی شده که اقتصاد افغانستان رو به طرف رکود ما وایې شوم خالص صدیقی په تیاره ورس هم د مکرونی او چرګانو د غوخي تولیدونکو ویلي و چې کچيري په دولتي پروژو کې د دوی له غوخي څخه استفاده و نه شي ممکن دوی سقوط وکړي په دغه بل ډول یو ډول خلانه دی چې پدې کې مديريات شتون نه لري مکه مواردات لري په هغه برخې کې چې باید دلطه پکوړدان نه چې واستا سویلي د چرګانو د غوخي په برخې کې چې هم د باندې چې وسر افغانستان ته صادره شوي کدا دلطه پکوړدان نه فرمونو وشل کېدل او د چرګانو د وخي په برخه کې د رښت په برخه کې کار پرې کېدي او د سم ډول مدیریت کېدي څومره خلک بدل ته په کار باندې ګمرل کېدل که شوستا سوېل چې جنايي پیخي ډېرې شوی دی او لاملونه امداد چې خلک اقتصادي ستونزې لري بیکاره پات کېږي او لاسپټو ول ډول قانون باندې پوري کې وي تخملت اپ اغه مدیریت څومره مهم دی په دا برخه خب در کل مدیریت بالای تولیدات داخلي و خصوصا خصوصاً نیازمندی هایی که هست مرغ هایی که با کیفیت پایین تر از کشورهای همسایه ما وارد میشه اگر ما بالای فرمای خود کار کنیم بیشتر ما هم از تخم از او مستفید میشیم و در پالی از او امیدانه هایی که صادر شده اگر ما ای را با فارما تقسیم بندی می کردیم و کمپنیایی کمپانی هایی که فعلا تولید مرغ داره فارمای بزرگ هستن اگر بالای اینا کار صورت نگیره همکاری نشه همراهشان طبعا اینا برکت اقتصادی مواجه میشه در پالی از او شغل کمتر میشه و مردم ما بیشتر بیکار میشن و اه اگر بالا یا کار صورت می گرفت ما بیشتر هم وطنان ما را می دیدیم که مشغول زراعت و در سکتور فارمای مختلف اینا مشغول کار و شغل می بودند که متاسفانه کمتر توجه صورت گرفته اشخاص غیر مسلکی که در, در وزارت خانه تعیین شدن به اساس مسائل سیاسی اونا بیشتر توجهشان به ایستن که چگونه از, از رای غیر مشروع پول دریافت کنند و به بیشتر توجهشان به توسعه اقتصادی و رشد اقتصادی در افغانستان نیست اگر بالای سکتورهای زراعتی ما بیشتر کار صورت می گرفت، ما اساسا از این مشکلات که فعلا داریم و سطح بیکاری به اوج خود رسیده اینا همه مرفوع میشد شد و مردم ما صاحب شغل می و فارمای بیشتر در افغانستان فعالیت های مختلف در عرصه تولید داشته می بود که دستاورد خوبه به هم به حکومت بود هم به مردم هم با اقتصاد زم تاسو ښه خرخلا سویم مله نه کوم چې تاسو هم تر دې د عمل مکسرې به هم سېډیو کې المسره صدیق الله نورستاني د نورستان د قومونو د شورا مراه سیال دی له دوی سره باس کوو د نورستان د امنیتی وضعیت په اړه چې نورستان کې څه روان دي وضعیت حالت سره ول دی او کوم استونزې دي چې د نورستان خلک ورسره الله سوګري واندي له دې څخه پوښتنه سېږي چې په سېډیو خرخلا ست بخیر مالانا کولتاسه صدیق صاحب راځي د سر کې د نورستان ولایت امنیتی وضعیت په اړه موږ ولیدونکو سره معلوماتي شریکې نورستان یو له حق ولایتونو دی چې په له حملري له پاکستان سره وضعیت تړول دی بسم الله الرحمن الرحیم درود بر شما وبنندهای عزیز تلويون جهانی اریانا نیوز بر شما بهترم معلومه است چې نورستان یک از ولایت‌های شرقی افغانستان و سرحد 105 کیلومتر سرحد با پاکستان دارد و متاسفانه ای 105 کیلومتر سرحد در امتداد نورستان قرار دارد ولی هیچ اساکر در آنجا حضور ندارند ما گفتم میتونیم که این مردم است که شجاعت نشان میتونن این مردم است که حمت میکنن و از حریم خود دفاع میکنن اونجا بالاخره روز مردم هم شاید از دولت دلتر شوند و امنیتی سرطانی پا چولی که هیچ نشته یا نشته کم ف... ف... دی؟ نورستان چیز نداره باید در مرزها نیروهای مرزی می بود پول باید نیروهای مرزی می بود از آکرهای مرزی وجود ندارد و 105 کیلومتر به روی مخالفین باز است هر طریق هر به هر شکل که میتون اونها از اینجا عبور کنند فقط ما پلیس داریم در نورستان دیگه هیچ گروه دیگر در نورستان وجود نداره <applause> نه اردو داریم اونجا که باید به استفانه یک که حداقل در مرز واقع است صاحب اردو می بود صاحب پلیس های بخش های نظامی دیگه می بود که آنجا باید حضور می داشتن و از مرز دفاع می و از ارزی دفاع می متاسفانه در نورستان تنها سه هزار ما اساکر داریم او سه هزار اساکر بازم به با علت های گناگون گاهی کم میشن گاهی زیاد میشن ولی و کم نمی... کمی که؟ و چند نفر چند وقت پیش اضافه تشکیل شده بود از طرف وزارت داخله و بسیار مشکل به بار آورد که دشمنان می به نقطه ضعف دولت چیز کنند و بالای پاسه های اکنون که ما شما امیال اینجا ششتیم صبحکی در رولسوالی نوروان بالای پاسه گندلبوک میگن مورد حمله است اینجا حضور چیناییها هم از در خود نورگرام دو روز قبل از امروز ما آگاهی داشتیم که طالبها با چیناییها اونجا نشست دارند در نورگرام و امروز شاید هستیم که اونجا حمله کردن بالای پاسو. همین اکنون جنگ شدید در نورگرام جریان دارد دیروز دو در دواب جنگ بود تقریبا یک نفر دو نفر شهید دادند نیروهای امنیتی و چند نفر دیگر هم مجروح هستند باید در نورستان حداقل اقل امو برشان داده اقل یک کندک برشان داده شود از طرف اردو پلیس خو بر برای دفاع از تمامیت ارزی نیست پلیس به خاطر حفاظت از قانون است اونجا قانون نافذ نه نیروی نا جنګی دی صدیق صاحب لکه څنګه چې تاسو ویل چې نورستان پولاتځو وكونه هم نه لري او دغه پوله د وسلوالو ترهګرو پر مخامده څخه خلاص ده نورستان لغمان ترڅنګ کونهار ننګرهار د یو له حغوالتو نو چې یو بل سره بل خر پوله لري د یو نامني بل اته هم غزولکی کی او ممکنه شي یو ولایت سقوط وکړي بل ولایت هم ده دا دغه دا غوښر مخامخ شي ده وضعیت هلته اوس د سربیره پر دې چې اوس تاسو نورګرام وښودل د نورو ولسوالیو وضعیت څړول دی هغه ولسوالۍ چې هلته پولې سره موقعیت لري د هغو ولسوالیو اوسیدونکي وضعیت څړول دی حال خلک میشت دي بله ولسوالۍ برگبتال و کاندش در طول سالهایی که حکومت جدید شکل گرفته در ابدا سال سرک بر روی مردم بسته است دولت نمیتونن از رای زمینی اکمالات نماید دولت محلی همیشه تاکیدشان این بود که باید در می امتداد بعد حمله صورت بگیره از طرف دولت مرکزی یک حمله نظامی صورت بگیره تا ایرا بر روی مسافرین باز شود در 17 سال مردم برگمتال و بسیار با مشکلات زیاد مواجه هستند متاسفانه از طرف هوا اکمال میشه گاهی برشان ا چیز می رسم گاهی نه میرسم ولی بسیار به مشکلات دوچار هستند که در 18 سال رایک مالاتی قطعا در برګمټال او کندیش من دا یو پهش پراتوګا برګمټال او کندیش ته دواړه د وسلوالو طالبانو پلاس کړه خود مقر به دسته دولت است ولی چاره طرف در دسته مخالفین مسلح ولی بسیار ځاد وبخشن ولی چاره طرف در دسته مخالفین مسلح او موجودارن راهکمالاتی را کلند بسته کردن تلاشی صورت دارد حداقل هم دو نفر دولتی که ما مجبور است از رای کران منجان از بدخشان یک روز دو روز باید پای پیاده بره و به اون مشکلات در نورستان ما دچار دو هستیم دولت مرکزی هم ما پیشتر هم گفتم بارها ما تاکید تاکید ما این بود که باید حداقل یک بار عملیات صورت بگیرد و این میرا برای مسافرین و شهراندان باز شود ما نمیدانیم چی جریان دارد این قضایه همیشه نورستان مردم نورستان انگوشته پنجم حساب میکنه ششم حساب میکنه تاسو خان سیدیقی لختور ولایت څخه چې دلته مدني فعالیت او هم سیاسي تحلیلګار یا هم د هغه ولایت او دولتي شورا کړی راځي تلم ته خبره کوي چې حکومت دوی پنځمه ګوته حساب یعنی پټول کوي لای شو چې د ټولو ولایتونو اکثر ولایتونو واضیه هم د شاندی تاسو واست تومره ویلای شي چې د نورسان خلک تومره خپل امنیتی څوکونو سره همکار دي تومره د امنیت پټنګښت کې له دوی سره همکاري کوي تومره منسجم دي او هلته یو اجماع شتون لري د امنیت د ټینګښت لپاره چیزه یادآور که مردم نورستان بسیار مردم شجاع با غیرت هستند و طرفدار حکومت هستند اگر طرفدار حکومت نمی بودن و لانه امن برای هر افغانان نورستان تبدیل میکردن بسیار با مشکل هم ولسوالی های مشرقی ما بشار میبید و هم شمال چرق ما نورستان همیشه کوششانی بوده که یک خود مردم ابتکارات نشان داده نه دولت مردم همیشه در دفاع از تمامیت ارزی استفاده هستند ولی این که از طرف دولت توجهی صورت نمیگیرد و دولت مرکزی کلام اقدام ندارد و یک کلام برنامه ندارد که حداقل مردم حمایت کنند مردم حمایت شد بازم جلای چنین فجایع گرفته میشه شما با خبر هستید که ولسوالی اچین ننگرهار دایش اونجا حضور داشت امروز دایش از اچین رفتن طرف کنر دیوگل و دانگان و چپه داره. او شاید ما ترس از دې درهم چې نزدیک سرحدای نورستان رسیده یک بار اگر در نورستان جای به جای شود باز بسیار دشوار خواهد بود که به او جنگلی کې نورستان دارد او به او مناطقه استراتیژیک نورستان دارد دوباره دایشه شکست دولت یې څه حساب بس څ ته ودانځ کې وای تاسو افغان حکومت ا پشنهاد ما یيست ک هداقل امو حقیقه مردم نورستان درن هم امو... ما درم ده حق ما از بلدت جلالباد د نگهر ده, 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 نگه ده چیز به شکلی انتظار مونده ده 11 سال حداقل موارد انتقال به نورستان و امنیت نورستان حداقل مسرحدات بگیرن ما انتظار دولت دیگه بیشتر از نداریم دیدیم ده 11 سال چیز نکرد دولت دیگه میدانم کی دولت توجه دیگر هم نمیکنند چون ما قوم اقلیت هستیم و صدای ما را نمیشنه کسی و همیشه کوشش ما بوده که صدای خود بلند کنیم حد اقل با رسانه ها شریک بسازیم ما توجه جدی را در, در, در این زمینه از دولت خواهان هستیم اگر واقعا نورستان هم یکی از ولایت های افغانستان است اگر واقعا نورستان می که همان بهشت روی زمین که میگن بهشت پنهان روی زمین نورستان است او را واقعا امو صحابین و ظاهرین که بیند اونجا دیدن نماید و باید توجه جدی صورت بگیرد ولی اگر یک بار نورستان از دشتشان رفت بسیار دشوار خواهد بود دوباره گرفتن نورستان دیرم ملن کل تصویر بخواهید هم خره غلاس خبرونه ته هم دوام ورکوم د یو شمېر ولاتونو زین ديني عالمانو د جګړې لخ کې لو خو غوړي چې د خالد او الفات په سرلنی عملیات و دروي دوی وايي بهرنیو هیودونو افغانستان د باروت په لابراتوار بدل کړي او ټینګار کوي چې دواړه خوې خپلوا شخصي ګټو ته جنگيګي او بایده حالت پاتورسي کی دوی په وینا ډېر تلفات د افغانستان خلک غالي او په خبرې بایات تلفات سولره شپ ودې په مکه فیسبوک ته همکار راپور ته ورو سبب باسکو با اوج گرفتن جنگ بهاری صدا و گفتگوهای سال هم داختر می شود اینجا در شهر جلال آباد صدها تن از روحانیون زون شرق صدای صلح و آتش بس را زمزمه می کنند افغانستان خارجیان و دخپل و اصلیحو دی باروت و لابراتوار جول کرده او هر قسم از ماین او ایلت اوکرایل. و فرعونان با عذاب کشت با خاور راغلی دی. و فرعونان پاکستان فرعونا، ایران فرعونا، امریکا فرعونا. اینها میگویند قربانی جنگ جاری در کشور افراد مجبورن. کریم و عفیز از شرق و غرب نورستانن میگویند جنگ جاری آنان را 18 سال از ولسوالی و هایشان دور و محروم ساخته است. آنان از وضعیت بد روستاهایشان حکایت دارند میگویند در سالهای گذشته کم از کم 500 تن از اقارب و قریه را جنگ گرفته است و تشنه سالند زمنگا پرسوالی که تقریبا 300 میدنس و پوری شهیدان و منگا خوب بیا هم منگ دا جنگ ناتی ستریو طول 18 سال است که پرسوالی ما دا دست طالب ما بسیار تشنه است و ما حرستناک است که سلح ضرور بیایی که ما برم دا پرسوالی خود برای مردم خود برای قوم خود برای مسلمان ما بسیار خدمت کنم مشت نمونه خروار است خیلی ها هستند که در جنگ دو دهه افغانستان قربانی زیاد پرداختند اما حالا به نظر میرسد که هم از جنگ خستند و میخواهند که تلاش های صلح به یک نتیجه برسد تا خونریزی در افغانستان متوقف شود شهروندان مشرقی نه بلکه سی میلیون نفوس افغانستان صلح میخواهند این در حال است که حیات 250 نفری از افغانستان به کشور قطر می روند دیده شود دو صلح افغانستان در قطر است یا در افغانستان سمجهش آریانا نیوز ننگرهار بیم تا سخر اغلاس ویم هم پامده اره بحث دوام ورکو. سید نقيب الله هاشمي د سياسي چارو تحلیلګر مسره په سټوډیو کې د لوی سره باز کوم تاسو سره خلاص فلم خوښه تشکر جانم مالا نکوم هلیا هاشمي راپور مو اوریدلو مکاتلو په خوښنه سره وایم د افغانستان په ټولو ولایتونو کې وسمال جګړه روانه ده لې وی خو وسلوال طالبان د الفت پونو عملیات پیل کړی دي او لبلې خو افغان حکومت دوی پر وړاندې د خالد پونو عملیات پیل کړی دي چې په پټولو کې د واړو خو ته تلافات اوري او ترڅانګه په ملکی خلکو ته هم په دغه جګړه کې تلافات هوري د اکثر خلکو غوښتنه ده, ده, ده چې باید دغه جګړه ودرول شي د واړو خو نازکې تلافات افغان خلک پینی افغانان افغانانو ته تلافات هوري د خوته د سولې خبري روان دي د خوته د جګړو په ډګرونو کې جګړه ته ودرونه ده تاسو په ټولو کې وضعیت څرګولارځوي ولې د هاري پرزپتیری دوسر جګړه زور اخلي به نوم خداسلام عزاده خدمت شما بندګار محترم تلویزیون مردوم شریف افغانستان بیا موږ یو اواز ملت بلند کوو چې ملت جنگ نه میخه ملت صلح میخانه هم با طالبان سلام کوو هم با کمد چې په لحاظ خدا دغه ملت بګروګان نگیرین افغانستانه جای آزمایش سلاح کشورهای بیگانه نسوزیم جای آزمایش توپ و تفنگ و کلشینکوف و پیکو و راکت نسوزیم <applause> از این بعد افغانستان دیگه نباید زن افغان بیوه شود و طفل افغان یتیم شود و مردم عزیز افغانستان یکی پیدگی که برای ما الهال قبرستان نمانده دیگر خود چی میکنه حتی <applause> قبرستان نمانده که مرده های خانم با کنیم شهردار دار جنا بس است تا این حال طرف هم طالبا هم حکومت مردم عزیز افغانستان را به گروگان تعداد اشخاص افراد در بین طالبا هست که از جنگ تبیل و تجهیز میشن نمیخواین که صلح بیان تعداد افراد اشخاص در بین خود حکومت است نمیخواین که صلح بیان تا بالاخره جنگ دوام داشته باشه و اونا تغذیه شون و منفعت خود بگیرن قربانی هم مگور. قربانی فقط ملت مردم عزیز افغانستان ای کاش دو طرف طالب ها هستند بچه هایشان بیاد از قومی از کشته شده کلش در خارج است این طرف ره است از رئیس جمهور گرفته تا دکتر عبدالله اولادها از یا در خارج و زراج در خارج میره زندگی میکنند اما او اسکر حزیزم که به خدا نانش او روزه نداره میرن قربانی میتن یک مثال عمده که ملت قربانی رو شما از طریق رسانه ها دیده باشن که در حدیرا ام بیرق طالبا سر قبر بالاست ام بیرق ملی ما بالاست و هر دو برادر یک دیگه سن برادر که از, از, یک مادر پدر پیدا شده یکی رو در صف طالبا بردن یکی در صف حکومت آوردن او شهید میشه با حساب بنام حکومت او شهید میشه بنام چی دوم نقطه این طرف عملیات اعلان میکنه به نام خالد خالد بن ولید سردار صحابه از صحابای بسیار جلیل قدر بود آیا امکان داره که عملیات بنام ازی بالای برادر مسلمانت اعلان کنی؟ او طرف بنام الفتح عملیات لمره دوی وصلوال طالبان پیل کرد افغان حکومت چه باید کرده دو باید؟ دوی پروراندی باید عملیات رو کی حکومت چون یک حکومت انتخابی است مسئولیتش ای بود که تا ال حال یک پلان و برنامه میکانیزم به خاطر صلح جور میکرد ما خوب میفهمیم که جنگ ما جنگ استخباراتی است ببینید شما ای کشور, بانده بانده کشور است ای حکومت است ای انتخابی است ملت باید از جامعه جهانی را اگر هر کس هر چیز اعلان کنه اینا کوشش کنند که دفاع از خود کرده باشند عملیات تعرضی داشته باشند ای کاش ما موفق باشیم ما فقط همیشه وقت در آل تدافی مجرد کنا پلان ها گرفتن باز باز ما کنون برنامه را میگیریم من میگم که جنگ ما را کشورهای بیگانه استخبارات منطقه ما رو می جنگونه. ما وشیار باشیم بیدار باشیم 18 سال اجده سال با حضور جامعه جهانی در افغانستان جنگ است چرا می حکومت استفاده از جامعه جهانی نکردن ادقل ام به طرف سل سبات می کسانی که به سل سبات باور نداشتن از طریق نظامی می توانستن قلب خود نه در سیاست داخلی حکومت پلان برنامه اساسی خوب داشت که مفق و نه در سیاست خارجی نه داخلی موفق شد که ما را هماهنگ بسازه دوست بسازه با هم نزدیک بسازه امی کسانی که در زیر خود امی بیرق هستن سیاسین. کجا یک نظر واحد دارن در قبال سال در قبال جنگ ندارن شما میبینید چند نقطه عمده اساسی رو ما میبینیم هر زمانی که تنی درخت خوب بود حاصل خوب میته تنی درخت خوب نبود اصل خوب نمیت این مشکلات دولت میگم بعد از اون مشکل مخالفین برات میگم دولت ما رسای کنین که ایت رهبری دولت اتفاق اتحاد نداره اگر میداشت داشت امی که به طرف صلح میره به طرف دو دوها دمی شما دیدن که حداقل اختلاف نظر بود اتفاق که 250 نفر لست گرفتن چی میشد که اگر میل کلش میشون مجلس میگرفت کمیسیون جور میکرد 10 نفر 15 نفر به نمایندگی از طرف حکومت روان میکرد با اونا صحبت میکرد اختلاف دهی دوم نقطه لوی جرگی مشورتی دایر کرد که نظرات مردم بگیره دهی به لحاظ خود کسانه که کاندیدای ریاست جمهوری سن افتش نفر از ایره میگه که ما نمیم دی ردش میکنند. سیاسون کشور بزرگای شیریت میکنه اجرای ایره رد میکنه چرا دمی از یک مشوره صورت نمیگنه که باز از مشوره امیر تدبیق کنه تا کل مردم در مو جرگه مشوره تشترا نقطه دیگه تقرار افراد اشخاص شما سای کنن قماندان های امنی ما که تقرار میشه به میلی توپ تانگ میشه در رو رو جنگ میشه بازو مقرر میشه والی ما که تغییر و تبدیل میشه به زور توپ و تانگ میشه چرا این حکومت یک امانگی در بین کل ندارن که حداقل استخدامش به اساس شایستگی لیاقت دانش باشه که اختلافات نبره گرفتاری مجرمین با یک مجرم دو مجرم گرفتار میشه پوست حریق میشه اساکر ما شهید میشه ولایت ها که سقوط کنه آیا امیره؟ امیر امی کسانی که در مقابل میخزن و دفاع میکنن در خود ارکان دولت نیست چرا امیر جور میکنن این عدم اماهنگی حکومت با کسانی که در حکومت هستند سبب به این میشه که روز به روز ما به طرف ناامین میریم نه برقی یک اوسه اساسی است آیا نمیتونید یک فیصله اساسی میل که بگیریم یا نگیریم مفاد زیاد است یا نقص زیاد است دی میبینین که یک سال یا دو سال ما جنگ میکنیم به خاطر یک تذکری برقی تشکیل کابلی ما امی حکومت وحدت ملی تشکیل کابلی ما در ظرف یک سال نتونستیم کابلی را تشکیل بدیم سرپرستی مقامات وزارت خانا والیا شاروالیا اکثرا امی کلش میبینین که سرپرست هستند انتخابات ما او انتخابات ما نتیجه جور نداد بلاخره جان آمد ما را فیصله کرد پینجا پینجا که نتیجه شتابال که صدها افغان ما در سنگر کشتن میشن و شهید میشن نتیجهش او نماستن این همه به طرف منافع شخصی میرن والله که به طرف منافع ملی ارزش به طرف منافع ملی اگر اینا سیاسون ما بزرگان ما رهبرای ما اگر اینا کلش منافع شخصی رو ترجیح ندن منافع ملی رو ترجیح بتن. باره جمهور بوی جورا امی شن میشنن کی به نو برادر عزت کده مو باراملہ د ټول برخه کې تاسو په خبره خال هاشمی یو منسجم اجماع سن نه لرو په دې سره مکه ولې شو چې سولې ته ورسیګو باس مو په د هیات پامنيتی <تصفح> وضعیت پاند دی سولې ته هم ارتباط نسی د قطر غونډه هم لغوه شو د افغان حکومت له خوا ویل کیږي خلاص چې قطر افغان حکومت سره لیدای شي په اساس باندې هغه کسان په دغه غونډه کې ګډون وکړي چې دوی غواړي افغان حکومت پامدی احساس باندې د غونډه لغوکړیده په کورډنن د میوش مرېوته نو سفیران هم تیر ورس غونډه درلوده چې دوی ویلي کتاسو سیاسي جمعونلري په کورډنن جمعونلري د سولې په پروسه کې با تاسو څړول و وسید وسروالو طالبانو په پرتلزم سموګه موقف په ټیټ ووسی د ته په کاتو موږ به سولې ته ورسګو بیا ان کې ملات بفهمه روشن او شفاف صحबत کوو رئیس جمهور در تلاش ایست در ب تلاش بقای قدرت خود است اگر بقای قدرتش بود صلح بر ما میگن خوب است اگر نبود نه رئیس صاحب اجرای هاز القیاس در پای بقای موقف خود است اگر برش مفاد داشت منافع شخصیش بود در جریان بود در پروسه بود منفعت شخصیش بود اس اگر نیست رهبران سیاسی هاز قیاس اگر بنافع از اونا بود در تشکیلاتش بودن پست مهم برشان بود خوب وگرنه نی نبودن مثال برتان چرا ما روزانه که صدها قربانی میتیم دار ندار ما و ایران میشه حاکمیت ملی ما خط دار میشه منافع ملی ما نمی باشه روز به روز کشورهای همسایه تاخت و تاز بر ما میکنه که نه عزت ما نه وقار ما نه ابرو ما نه شرم بر ما ماد. پس امینا چرا یک وحدت نمیکنن چرا سر منافع ملی بحث نمیکنن بیاین بشینن که منافع ملی ما در صلح هست یا در جنگ اگر در صلح هست برای صلح یک میکانیز از جور کنند خط قرمز منافع ملی را بسازن که هر کسی که بیان اگر با طالب با صلح میکنیم با کسی دیگه صلح میکنیم اینی خط قرمز ما اینی میره وقتی گرفتن کلشون اینی میره دفاع کنن اما یا نمیکنن در دوحه ببینین بی ماسکو ما را میتلوه سیاسون ما را میطلبه طلبه هم میریم حکومت میره و را قبول نمیکنه حالا که میشه 250 نفر به لحاظ خدا در کدام جرگه در کدام مشوره در کدام مذاکره شما دیده که 250 نفر بره مشوره آیا 5 5 نفر که حرف بزنه چند روز دوام میکنن چرا از 250 نفر یک کمیسیون ایت با صلاحیت جور نمیکنه که کن نظر برش میته شما برین چیزی که فیصله کرد بیرین ملت میفهمه که او رهبرا او سیاسون رئیس جمهور اجرایه امیت که تا انتخاباتی که جور شد شما دیدین که منافع شخصی از جا بود به خاطر که به قدرت برسن سر مردم حاکم باشن شما دیدن که یکی دخانی دیگه میرفتن نمیرفتن بیاین شفاف بگیم آقای اتمر تا دیروز مشاور شورا عملیات بود شما دیدن که تا دیروز ایره به نام دایش میگفتن به نام ستون پنجم میگفتن امروز امون نفرا شاید یک شما بر اول یک شما دوم باشن ملت خو نیست ملت از این بعد چه ملت مشنصه. شما آقای بشاور که امروز در راه سیاست جمهوری سین دیروز با اونا کدام مسائل عمل پیش میکردن اما امروز به خاطر منافع شخصی یکی به خانه دیگر میرفتن که تا انتخاباتی قا جور کنن اما به خاطر منافع ملی بالا به بخ... خاطر یک دیگر ده خانه یکی دیگر برن دیروز تکت انتخاباتی جور میشد 18 نامزاد انتخاباتی داره به خاطر ریاست جمهوری شما هر کدامش دیدن که به خاطر منافع شخصی چقدر تنازل میکردن مهمانی میکردن در خانه یک دیگر میرفتن یک دیگر ترجیح میدادن برتری میدادن تا دیر ستون ششم و ستون افتم و دایش و هر چیز بود اتعال پاک شد که بیخی باید که چیز نداره ما ملت اختلافات و اجمال نشتون سخواه بحرانی هم استفاده که وی او وصلوان مخالفین هم ببینین اختلاف ما سبب به میشه که هر کدوم نوکر یک کشور شه اختلاف ما سبب به میشه منافع شخصی ما سبب به میشه که پاکستان ده اینجا نوکر اجن داشته باشه جاسوس ایران ده اینجا اجن باید داشته باشه امریکا ده اینجا اجن داشته باشه روسیه باید اجن داشته باشه ما ایره میگه بیاین اختلاف اگر داشته باشین در فرد داشته باشین در اصل که منافع اولیای کشور است تمامیت ارضی کشور است دو باید یک جوشن. شما از شرم بگیرین از پاکستان از ایران از امریکا بگیرین اونها اختلافات دارن سیاسی نشان مگر در فرع اما در اصل امش ده تنه در منافع کشور پاکستان شما سعی کنین هزار رئیس جمهور و صد رئیس جمهور یا 20 رئیس جمهور تا و بالا شد این که تغییرات شما در سیاست خارجی دیدن در سیاست داخلی شما دیدن مردم میگفت که از بین میره اما روز بر روز و چی بود که سیاست میلیش خط قرمزش بود سیاست ملی خود پیش می برد با ماسکو استفاده از امی خود می کنن, از امریکا استفاده می کن, از جهان عربی استفاده خود می کن, از انگلیس میکردن صایب سای برتم خود ساختن ایران امروز امریکا را اختار میده به خاطر خط قرمزش منافع ملیش است خط قرمزش است از ما امی خود در اینجا با برابر این قلم شما اگر منافع ملی پیش از این ارزش داشته باشه اگر ارزش داشته باشه نزول میکنن از خودگذری میکنن میرن در خانه امروز لازم است که نمیره برای ما اینمی سیاسون ما یکی در خانه دیگه برند در زیر سخت پای دست یکی دیگه که لحاظ خدا افغانستان از بوران خلاص کنید والله این قد تعداد کسان ما که شهید میشن به روز اخرت نمیخون زیاد دادن از این است که چرا اتفاق نمیکنه چرا اتحاد نمیکنه چرا در پای منافع ملی نمیرین خدا منافع شخصیت که میشه تا یکی دیگر کافر میگن یکه دیګر د داهش میګن یکه دیګر ترورست میګن یکه دیګر چیزای میګن ترورست په مشورتیو یا جرګه کې د افغانستان سياسيون او د کاندیدانتو وساسو اشاره وکړه چې په دوی په دغه مشورتیو یا جرګه کې غډون کې وی خپل ډاکټر عبد الله دوی ټول په دغه مشورتیو یا جرګه کې غډون وکړ او خپل نظریات هم د افغانستان د ملي ګټو په اړه ور کړی آیا دغه مشورتیو یا جرګه باندې د افغانستان د سولې لپاره وتاګلره راووباسي را اگر ما نیت ما اخلاص ما عمل ما خاص به خاطر منافع کشور نباشه ده لوی جرگه جور کنی نتیجه نمیته ده مجلس جور کنی نتیجه نمیته اما اگر ما کل ما به فکر شدیم <تصفح> که بیاین افغانستان در بحران است روز به روز در پشت خانه ما میه به همه ما میشیم د او صورت ما میتونیم که لوی و مشوره نظر بر ما سال سلح هم نتیجه خوب بر ما میده اما ما ده اونجا که رفتیم نظرات و ما کاش که نظر نیک باشه کاش که نظر بپذیریم رئیس جمهور تیم را انتخاب میکنه که فقط کل براحت رئیس جمهور بتا به منافع زون فیصله شد اجرای هست خود نظرات خود داره ما میگیم بیاین پنج شش چیز خط قرمز جور کنیم در قبال سال بیاین خط قرمز جور کنیم که آن چیزی که منافع ما در نظر بود فیصله کنیم بریم با طالبا بشینیم <applause> طالبا اگر قبول امی چیزایی که به منافع ملی کشور نبود شما یک اعلان کنین که این منافع کشور است طالب ایران نمیخواد به خدا که طالب باز مقاومت کرده بتونا کرد اما طالب میگه بیا ما که صلح می کنیم بیا بیشی موضوع مشوره میکنیم در قبال نیروهای خارجی اگر ضرورت داریم باشه اگر نیز باید بره در قبال امنیت کشور ما سر چی بس کنیم اما اینا تعداد دو طرف هم که از جنگ تغذیه و تمویل میشن تعداد دی طرف هستم نمیخوان تا زمان که سیاسون و متحد نشن اتفاق نکنن سر چی سر منافع کشور پس بر ما نتیجه نمیده اما به این حالت که هستن ما روز به روز عقب ببینید شما آن قدر ما ضعیف هستیم که در طول 18 سال از امریکا استفاده نتونستیم از جامعه جهانی استفاده کنیم یک شرماور بر ما نیست که یک کشور که جامعه جهانی رو کمک جامعه جهانی یک سیاسی شده و اسلوال طالبان و فشارون به هم پر افغان حکومت بنده ست... و پا افغانان و بنده زیاد میده سولی پا پروسک ببینین صد در صد فشار وامن لازن و 5 بار با کی با امریکا مذاکره کردن در 5 بار با فیصله و نتیجه هم رسیدن که ما نیروهای خدا خارجا گفت خارج بکنیم مشروط به ای که افغانستان دیگه جایی نباشه که ما از این احساس خطر کنیم دیگه طالبان نباید با القایده و با کسای دیگه باید یا رابط داشته باشند اونو قبول کردن این بحث مذاکراتی که باید ما نزدیک شویم مذاکرات بین افغانی آغاز شوه چی رقم سپوتاش کردنش اتر سپوتاش کردنش که حداقل اصلا امی مذاکرات بالکل از بین بردن در یعنی کسان در داخل نظام است که باور من بسال نیستند میخوان که کشور ما جای رقابت های جامعه جانی شود جای سرای استوی امریکا از انگلیس از روسیه از ایران از پاکستان باشه میخوان که اینا نمیخوان که آبای ما مهار شود اینا نمیخوان که مسئله خط دیارن ما حل شود اینا نمیخوان که افغانستان دارای یک استقلالیت سیاسی و آزاد باشد اونجا به خدا میخوان که افغانستان دای غلام مزدور باشه شما چی فکر میکنین امی کانفرانس که امریکا قبول کرده بود می دو هم رفتن مردم اگر این حکومت ها میرفتن یک آتش بس میشد بعضی آتش بس امریکا را امضایش میگفتن که جامعه جهانی بعد از اون با ما باید هم کار باشه مثل کال هم کار است همکاری جامعه جهانی یک طرف مخالفین با ما صلح یک طرف دیگه میمد 60 هزار نیروی از او با حکومت یک جای میشد چی رقم قوی حکومت برای عملا خواستن که ایره سپورتاش کنند عملا خواستن که از بین ببرند تا باز کی قربانی میتوند؟ ای کاش اولاد های از قربان شدند امروز اولاد غریب و بیچاره به خاطر دوازده زار ۳ هزار ماش میره به خدا جامع شهادت هم میره شد دیره ملانا خبروانی د توهي قونډه د قطر حکومت له خوا لاغ وشوول سمشې مانې په ویل مې کې ویلي چې ورسره دي چې دوه د تلون کې پلاوی نوملار بشپړ شو د قطر حکومت د دې کانفرنس ګډونوالو یو متبادل لیس کابل توساره چا افغان ملت ته د منلو نو حکومت د قطر له خوا تغلیګل شوی نوملار غیر متوازن او افغان ولستاس په کاوی بولی او ټینګار کوي چې سیاسي رهبرانو په آر کې د غونډې پر محل پرې کړو کړه چې دا نوملار د دوی لپاره د منلو ندي په همدې حال کې زلمی خلیل زاد کول ټیوټر له ټولو خو خو څخغښتنه کوي دا چې له داسې پلاوي ملاتړ وکړي چې د ټولو افغانانو څخاغه سازیتو وکړي او وویل چې د ارطیا په صورت کې چمتو دي ترڅو د دې پلاوي په جوړولو کې هم په دغه برخه کې هم کاری وکړي په دې اړه پمخړی زموږ راپورته ورسې په بسکو ور بو دوهت جمعه او شنبه میزبانی گفتوگوهای بین الاقوامی بین حیات افغانستان با ګروه طالبان بشپات اما برګوزری نشست با چالش روبرو شده است منابع میگوئند کې سفر حیات افغانستان به این نشست با تأخیر روبرو شده است چرا که به گفتی منابع دولت و گروه طالبان بر سر فهرست حیات گفتگو کننده با اختلاف شدید روبرو شدند و طالبان حاضر نیستند تا با تمامی اعضای حیات 250 نفری افغانستان در قطر گفتگو کنند The Doha Institute is not a negotiation. نشست دوها مذاکرات و نیست. این یک نشست مقدماتی برای مراحل بعدی است. اشتراک کنندگان که سوی حکومت شرکت می کنند، حتی اگر به عنوان فرد تلقی شوند، باز همین یک موضوعی خوب است که آنان با طالبان گفتگو می کنند. این یک گفتگوی رسمی نیست. این فقط یک نشست است برای درک و شناخت و طرف این گفتگو کننده. یک دبلومات غربی در کابل بر روی ترزم گفته که نشست دوها به دلیل اختلاف طالبان به تأخیر افتاده و تلاش ها برای تعیین تاریخ تازه برای برگزاری نشست جریان دارد این دبلومات همچنان گفته که دولت افغانستان ناگزیر است از بحر برگزاری نشست قطر ترکیب حیات گفتگو کننده با طالبان را تغییر بدهد منابی میگویند کاخ ریاست جمهوری رئیزنی ها را برای تغییر حیات افغانستان نیز آغاز کرده است اگر قرار باشد که مذاکرات صلح با چینی نهایت صورت بگیرد میخوام بگو بگویم که از پیش محکوم به شکست است بدین ترتیب زیاد از پیش با قضایا منفی برخورد نکنیم یک حیات کوچکتر موثر و متخصصتر هم به دوها بفرستیم و هم در گفتگوهای اصلی صلح که به احتمال زیاد در سمرقند آغاز خواهد شد طالبان یک هیئت 25 نفری بر رهبری شیر محمد عباس استانگزی را برای گفتگو با هیئت افغانستان در قطر معرفی کردند اما در کابل هیئت گفتگو کننده ظاهرا دو پارچه شده برخی چهره های برجسته سیاسی شامل این هیئت از شرکت در نشست قطر خودداری کردند و کمیت هیئت را مناسب برای گفتگو با طالبان نمی بینند. واقعیت موجود فعلی ای که افغانستان پروسه افغانستان یک روند طولانی و انتظار داشتن دستاوردها و تغییرات بسیار کلان تا یک دو نشست یا سه نشست شاید بسیار معقول به نظر نرسد ناتو و برخی اعضای هیئت گفتگو کننده گفت با طالبان میگویند که نشست دوها گفتمانی برای تبادل دیدگاه ها است نه مذاکرات سال بین حکومت افغانستان و گروه طالبان به گفته این هیئت قرار است مذاکرات مستقیم با طالبان در آینده در سمرقند برگزار شود. توم کې ګوم پمته موصو پانتې پاس کوم عباس فراسو ته نړیوالو اړیکو کار په بصر په سټیډیو کې د تاسو سره خلاصم پاره کوم مننه کوم تاسو نه خو له تاسو نه خو له فراسو ته دوه غونډه نن د خپل حکومت لخوا لاغوه شو پغه دلیل چې قطاری او لست افغان حکومت تسپرلې دا افغان حکومت هم په خپل اعلان کې ویل ده چې د ارکی د سیاستونو او سياسي رهبرانو لخوا د دوی ته د منلو وړنو په امدی اساس باندې دوی دغه غونډه لاغوه کړی دا غونډه لاغوه کول تمره منطقي ده ببینید این منطقی به منطقی به نظر می رسد سوی دولت افغانستان باید این نشست لغو می شد به دلیل که لیستی که از سوی دوها از سوی قطر به افغانستان فرستاده شده این لیست در واقع متناسب با اون لیست است که قبلا اعضای برجسته سیاسی افغانستان رفته بودند با طالبا در مسکو در قطر دیدار کرده بودند گفتگو کرده بودن و این بار لازم بود اعضای جدیدی می در نشست اشتراک می حالا نامشان نامشان گذاشتن نشست در حالی که نشست با مذاکره و گفتگو مستقیم که با تعداد محدود از افراد انجام می خیلی متفاوت است به نظر می که دوحه تحت تاثیری طالبا ایلیست ساختند و تعداد کسایی را که خیلی نظر همسو با طالبا داره در این لسکون شده و به همین دلیل من فکر میکنم که حکومت افغانستان ناگذیر شده نشست را لغو اعلان بکنه به دلیل اینکه خاص مردم افغانستان کمتر در اینجا در نظر گرفته شده و بیشتر چهره‌های برجسته سی سیاسی در انځه ګونډل شو دلته پراسو ارتیا نلیدل کېده چې ووس وخت چې موګ نشوک ولای خپلوا له وسلوال طالبان سره کینو خبري اتري وکاو او هغه حاضر کو چې خبري واوري دلته ارتیا نه چې ووس وسلوال طالبان حاضر شي وي د موګ هم میوپلاوي هداقل د غوي په غوښتنه باندې هر هغه کس چې وو دلته پلاوي مهم دي کنا موضوع چې دی په باس کې وی دا مهم دي <تصف> وخت چې وسلوال طالبان حاضرې کېدل ته بڅم ستونځلرو افغانان هر څو چې وو سي باید ولاړ بله طالبانو این موضوع هم مهم است که طالبا فعلا حاضر به گفتگوهای صلح شده به افغانستان و این نشان دهنده این است که طالبا از, از جنگ خسته شدن و از قتل و کشتار حتما دست برمی دارن و این اراده طالبان نشان میده برای تامین صلح در افغانستان اما این اراده واقعی نیست یعنی واقعی به نظر نمی رسد چرا برای اینکه اکنون طالبان در بسیاری از مناطق افغانستان حمله میکنه بالای پست های پلیس حمله میکنه پلیس ما میکشه مردم ملکی رو ما میکشه افراد اختطاف میکنه و دست به قبیل کارا میزنه متاسفانه شما میبینید در گوشه و کنار افغانستان فعلا مخصوصا امیال ولایت غزنی تحت مواصره طالبان قرار داره و اونها عملیات الفت خود را اعلان کردند این نشان دهنده ای اراده ای طالبا برای جنگ است و برای تداوم جنگ در افغانستان است جنگ در دوام که من فکر که یک تناقض وجود, وجود داره یک تناقض وجود داره که از یک طرف طالبا میخواه گفتگوهای صلح پیش ببره از طرف دیگه میخواه که میدان جنگ در میدان جنگ هم برنده باشه و به گونه امتیاز خود را در گفتگوهای صلح بگیره و به همین خاطر جنگ تداوم بخشیده و من فکر میکنم که نشست قطر ضرور بود که باید انجام میشد اما اینکه دوها یک لیست جداگانه را به حکومت افغانستان فرستاده و این نشان دهنده دخالت مستقیم قطر در گفتگوهای صلح است که گفتگوهای صلح در واقع می میسازه و تخریب میکنه و اگر روند عادی خود را طی کرد این گفتگو و در واقع امی پروسه ه حیاتی افغانی اشتراک میکرد درته ما فکر میکنیم که ضرور بود باید, باید این نشست برگزار میشد و روی موضوعات مختلف بحث میشد مخصوصن آتش بس حال پرسه وو چې د غونډه ام لاق وشو او دا چې موراند می ویل وسلو طالبان د ته حاضر و چې کینې لا فن حکومت سره خبري وکي دا څومره کووله شي چې د سولې په با پروسه باندې خپل اخیری سپریو واسي مینه شاید تلاشҳои فعلاً هم انجام انجام شول یا در حال انجام باشه برای انکه این گفتگوها در تاریخ معینی برگزار شه ولی برای فعلاً یک مانی ایجاد شده این مانی این است که حکومت قطر در واقع دخالت کرد در این پروسه و یک لیست خود دوحه روان کرده به افغانستان و این در واقع برای دولت افغانستان برای یک دولتی که ادعای استقلالیت میکنه ادعای آزادی میکنه مخصوصا در عرصه سیاست خارجی خود بسیار پذیرفتنی نیست این درست و منطقی به نظر می که حکومت افغانستان در واکنش با این با فرستادن این لس در واقع نشست قطر لغو میکرد من فکر میکنم اگر احیانا این گفتگوها در جای دیگر تنظیم شود مثلا در ازبکستان یک گام مهم خواهد بود خولي فراسوتاسو روان دی بی ویلې چې وسلوال طالبان دلته تناقص شتون لري چلي بي خو جګړې ته زور ورکړې او لوي خو د سولې په پروسه کې دوی حاضرېږي چې راشي خبري وکړي او کینی کی افغان حکومت سره په موضوعاتو باندې سره تفاهم ته سره ورسيږي چې کلیوی خوره شوې ګورو ته د <متحدث> وسلوالو طالبانو د مدریات <متحدث> مخکارندوی نه کوي سربېره پردې چې دوی له مختلفو هیوا دونو څخه تاملې کی تجزیه کی او رهبر کیږي مو په کوردننه کړې شوې له وسلوالو طالبانو سره افغان حکومت مقایسه کوي څړول پر مخصوص وسلوالو طالبانو وستاسو یې چې په راپور کې هم څه د مخکې مونږ هم دلته بحث لرلو ده د هر ورځې په تیري دوسرې مخ جګړه په افغانستان کې زوره خلی د جګړې میدانونه میدانونه کې جګړه په ثودر روانه ده ا مدلته د سولي پروسه هم وسره وال طالبان خمو دي ریات کوي ا م افغان حکومت دلته څه کوي تر اوسه پوری مکه یجمانه ده ټاکلې په هروبار خو کې موږ اختلاف ته نظر لرو د مدریت په برخه کې را شو ده وسره ول طالبان له افغان حکومت سره مقایسه کوي سر ارزومه متأسفانه پروسی پیچیده سول وضعیت را در داخله افغانانستان هم بر وفق مراد نه موند متاسفانه به بسیاری سیاسیون خود عمل کردند با طالبان رابطه مستقیم برقرار کردند گفتگوی مستقیم انجام شد بین سیاسیون افغانستان خارج از چارچوب دولت حکومت افغانستان این گفتگو انجام شد یک مقدار پروسه پیچیده شد همچنین آی آدرس مشخصی از طالبان وجود نداشت واقعیتش در یک کشور خاص در یک کشور معین حداقل گفتگوها ها انجام میشد یک آدرس مشخصی هم وجود می داشت ما شاهد گفتگوهای مختلف بود. بین سیاسیون افغانستان و طالبا همچنین بین طالبا و ایالات متحده آمریکا و برخی از کشورهای منطقه من فکر میکنم که انوس هم طالبا از یک آدرس مشخص صحبت نمیکنن خودشان تصمیم گرندی اصلی نیست تصمیم گرندی اصلی من فکر میکنم که فعلا پاکستان است یعنی پاکستان طالبا را هدایت میکنه که چی بکنن چی نکنن و در واقع تصمیم اصلی به دست پاکستان است و پاکستان تصمیم میگیرد که چه زمان در در کدام جای گفتگوهای سول انجام شود و چی نشست و چی موضوعاتی در اونجا مطرح شود در واقع پس خب که گرش و وای و اسلوال طالبان پر مقبند هم ویلی شو اما افغان حکومت دلته څه پکار کرده در اجماع در مستقبول و لپر افغان حکومت باید چرا و دری زغوره کړي اوس د سولې په پروسه کې د اروپایی ټولنې سفیر هم تیره ورځ وویل چې د افغان حکومت که داسې اختلافات په دا دا افغان حکومت کې موجود وي د سولې په پروسه کې د افغان حکومت د به و اوسې د وسلوالو ببین من نظر من است که کاش امین نشست قطر بعد از جرګې مشورتی سول انجام میشد تا اقل یک اجماعی به وجود می و حکومت افغانستان هم باید تمامی سیاسیون را گرده هم میشاند و یک اجماع داخلی اول به وجود می آمد روی این مسئله که چه موضوعاتی باید با طالبا مطرح شود و چگونه ما باید صحبت بکنیم چارچوب مذاکرات باید مشخص می شد بعد ما می رفتیم وارد نشست مستقیم با طالبا می شدیم در قطر، در مسکو، در هر جای دیگر که در واقع همه‌ی نمایندگانی که از سوی افغانستان از سوی دولت افغانستان در واقع فرستاده میشد اونا نمایندگی میتونست از تمام مردم افغانستان و این ها منتج به یک نتیجه مثبت میشد اما متاسفانه تا حال هیچ ما به وجود نامده و حکومت افغانستان هم مشورتی متاسفانه با آن و نتیجه ورکی؟ من فکر میکنم که زیاد نتیجه بخش نیست مشورتی ام لوجرگی اما مشورتی اما تا سولان که در قطر نسته باید مخ که دیدی ببینن در صورت میتانست که یک اجماع سیاسی به وجود میامد همگی نشست تحریم نمیکرد لوجرگر تحریم نمیکردن و در لوجرگر اشتراک میکردن و همه این مردم افغانستان یک دست و واحد صدا میکشیدن که ما ما باید به وجود آمد در صورتی که اجماع به وجود نیامد فکر نمیکنم که گفتگوهای صلح با طالبان نتیجه بخش باشه و در جرگه مشورتی صلح هم فکر میکنم که فعلا به دلیل که تحریم شده از سوی برخ از تکت های انتخاباتی و برخ از شعرهای سیاسی زیاد نتیجه بخش به نظر نمیرسه یعنی کاش که چینی نمیشد و همه سیاسیون در اینجا اشتراک میداشتن و اجماع نظر به وجود آمد و بعد از او با طالب وارد گفتگو مستقیم میشد حکومت افغانستان از نخالی دوباره به برنامه آغاز روز از آریانا نیوز خوش آمدید و بیشتر در این لحظات بحث میکنیم در رابطه با برگزاری لوی جرگه مشورتی که قرار است تا آینده های نزدیک برگزار شود و همچنان بعضی افراد اشخاصی که در لوی جرگه مشورتی انتخاب شده بودند و امی هفته در جریان هفته سفرشان آغاز می به مرکز به مرکز و به کابل می به خاطر اشتراک در لوی جرگه مشورتی بیشتر صحبت می کنیم در رابطه با آقای عبدالحادی قریشی آگاه سیاسی که در استودیو با ما هستند سلام آقای قریشی به شما خوش آمد به برنامه مهربانی کردن بیبی ما به خدمت شماست. سلامت باشین آقای قریشی چه فکر می چقدر یک اش افغانستان برای برگزاری لوی مشورتی پیش آمده با نام خداوند مهربان و بخشاینده بیا که ما رژیم ملوی جرگه و جرگا ها یک چند ثانیه البته در بود تاریخی شن نظر بیاندازم جرگه ها و یا لوی ها از این زمان یا ها در کشور عزیز ما حکم فرما بود دو زمان با نام سمتی و سبها جرگه های عوام بود و جرگه های خاص بود از همو زمان که بعد از همون یعنی 4000 و چند سال میگذره. خو خیر بار صورت بعد از باز لوی جرگا در زمان میروس خانی نکه جنابی جناب بزرگوار ما من هست شخصت ملی از زندان خدای هوتکی در قندهار. بعد از در هفته سه دشلو هفت لوی جرگا توسط مردم بازات قندهار و منطقه دایر شد که در زمین او در ماه های خزان جناب الحضرت احمد شب و باید کبیر من حیث پادشاه در افغانستان تعیین شد و بالاخره تا به زمان الحضرت حضرت شامان خان غازی و بالاخره تا به زمان آقای حمد کرزی که دو جرگه دایر شد و حالا هم گفره گوتا ساخته وقتی که این چونی نست این جرگه ها که اگر به خاطر حل فیصله ها یعنی حل موضوعات فیصله بکنه فتوا صادر بکنه و یک نرخ تعیین بکنه او باز حکم اجرایی داره و جرگه که از روی قانون اساسی حاله ما شما و به دو بخش دیگم. در حالت استراری جرگه های خود و رضای فرد مثال دایر میشه و در حالت که حالت استراری باز هم بوده باشه خاطر اخذ مشاورت حسب مواد یک سو دیازه قانون اساسی کشور عزیز میشه که رئیس جمهور دعوت بکنه از مردم باش شرف و با عزت افغانستان را با حضور خود بخیر مشوره بخیر مثل که حالا در حالت استراری قرار داریم حالت قرار داریم این خوب گپ اما حالا می‌بینیم که باز دوستای ما هستند که لوی جگه تحریم میکنه این بسیار کار باشگان است هر کسی که والله اگر در ارگ است اگر در بیرون است اگر احمد است اگر محمود است اگر صدر اعظم کشور است اگر کس دیگه است این کار کار بسیار باشگان است شخصا خود ما با مصابی یک که زمیرم مد نظر میگیرم شرف مد نظر میگیرم به خاطر ملت باید یک روز یک یک پیش از گفته دکتر سبن جبل یک ساعت پیش یک دقیقه پیش باید صلح برمغان بیاوره اینمی خودشان یک نو اجماع ملی بې ډو هارجو قیمت بهت کاهش خیال شوه توره کې ماندی دم کې یو تعداد کلانه ما چون ازو جمله رئیس اجرایه حالت تحریم شن اعلان کړی ګپ شپ شته نو به هرڅه کې بود دربین خود ته رئیس دولت یو جمعشتین به مطبوعات نه نکشند یعنی ګپې ما نقطه ثواب بالای انمي رهبره می شه کې په تاریخ نوې ثور تدابیر اتخاص شد و اینمی افتا جوقا جوقا مردم که خودا کاندید کرده و یا فرض بسال انتصاب میشن با تر کابل میه و توسط تو امی شورایی که هستن حلو. که در راش و مرزه است انتخاب میشن حالا قریش قسم که شما هم ذکر کردین بعضی از دسته های انتخاباتی که ایلوی جرگ برگزاری ایلوی جرگه مشورتی را مثلا یا تحریم کردن و گفتن که برگزاری چون این جرگه هیچ درد را دوان نمی و نه میتونه به جنگ افغانستان نقطه پایان بده. چه فکر میکنید با های باس هم قرار است که نوی صبر جرگه مشورتی برگزار شود اگر این چهره های سیاسی و چهره های و دست های انتخاباتی که در جرگه حضور پیدا نکنند آیا از نظر شما این مشکلاتی که مثلا بین حکومت و چهره های سیاسی دست های انتخاباتی پیش آمده باز هم فکر میکنید برگزاری چنین جرگه مشورتی میتونه در روند پرسی صلح افغانستان کمک کنه مقبول اما بسیار تا جواب بې معنی کې مې بې اس کې اګه لانی کشورمان ته وکنده نیمه واقعیت قرار دره اینها همه را در بین خود بد حل می ساختن ما بود خبر نمی شدن. حالا که حل نکردم بین خود حالا که این گپ های ها سخنا در مطبوعات درس کرده چقدر قدر امکان از وجود داره که از نظر شما بازم با چنین تنش هایی که بین دست های انتخاباتی و حکومت به آمده ده بازم جرگه مشورتی مثلا اون نتیجه ملموسی که مردم میخواد نتیجه ملموس را بتن بله رئیس دولت و در مجموع حکومت و بلخیره د پالوې جمع ملت بي عزت افغانستان میخي چې یک ورځ پس نه یک ساعت پسنی barke د میسونه بجنګ ختم پیدا وکنه با صلح او مصالحه او کمپرمایس با مخالفین دولت و روادم پروا جنگ باید به خاتمه برسره ای اجماع ملی میخي او اجماع منطقوي میخي وبرا... به فکر میکنید یک اجماع ملی بوجود اومده؟ ا ما بلې بے معنی کې جمعی ملي نه نظریات ملي منزور ماځه که اجماعونو په خو تعریف سره په نظر او مفاهیمه و د اودن نظر او اخزه نظر مانی دګاره په پيش به شمول خودته چې جومانې نیو وطن هستي غرفته تا به مو مادرانمان پدارانمان واسټه کسانی کې بسر دور رسن په تو مثال ست سواد سیاسي شون بسر پاینه او نه هم ميخي چې اولاد شون کوشته شو دي وکه ان چونی نشوي باید هم د در موضوع یو ايدي واحد به داشته باشه او حسبونو ایده آ ادم هي خدا را یک کلاونه او بزرگای خدا روان میکنه بجورګه و تا کی از زمینی طریق <applause> بر رئیس جمهور و بلخره در کل پر حکومت و بلخره په دولت مشورات به تا کی یعنی مداوا باشه به خاطر انمي حالته فعلی سخت او توند او تیز جګړی از بین بیت بره و ونیز برشن مشوره به تا کی در برابری کسای در برابری دا ولید کو څوم کسانی کی می ازمن به منند طلبها چی نو راو رویش و چی ستراتیژی و چی تک تق... یعنی چی ستراتیژی دوجه به کار و برابر ستراتیژی ملي دوجه بوده باشه چې مفادي ونه هم دي نهفته باشه مفادي ملت هم نهفته باشه اگر اونا را ما منهیس افغان فکر میکنیم اونا هم و ما هم اونار جایبته به طور مثال به حکومت به حکومتي ار جاده متنه وو کسانه که فرض مثال دینامي مجاهدين یک تعدادي بودند که همي وزير بود هم بچيش وزير بود همي قهرمان بود همي قهرمان و اونار جای داديم او ريجدد د ځانې میته اي ونه کوشتن کيمي تپي درخان پرستا وایي طرفه کوشت شوه دغه طرفه کوشت هاي بينا جددلم تنيم په دقه رقم نشيني اينه تاپ تساهل تسامه نه چې به سراد بيګي واګرين چون نشوه يعني اجباراً الزاماً ما باید عقب نشینی می و تنازل باید اختیار بکنیم این گپ ضرور است و این گپ حتمی است و این گپ ما گپ منطقی و علمی است <applause> خب از نظر شما در این جرگه مشورتی بیشتر روی کدام موضوعات بحث میشه در اینجا فقط یک مشورت خواهد داد که چندین یعنی ای بی سی باید داشته باشه نه از داشته باشه که یکی از او جمله نمیسته ما چه راه و رویش که پدران یا کار ما در وقتی که سرشان سختی ها و سختی ها با منند که در 1863 سد در زمان الهزرت شیرالی خان امیتو مشکلات بود بعد از او باز دمی تابی ندارخان که بنام تابی مارن جای ندارد میشه جا جرگه دیار کرد تو دسی از نفر جام شد برش مشوره داد یه جهان با میترتی مشوره باید بته که اینمی با راب بدر رئیس چیست این تاب خود باشد اوونهره بخود قب... قبول کدان باشه و اینه په عین ب... زمان فتو صدر حکادت بیرونه یان مقابل جانب کونه <تصفح> هم انه تا او تنازل واسو نشان بدن واسو گذشته ها بشه تاسو سره ت... په دولت و... توسوله صرف او ناس کلانهشن وختو سامه دغه باید به وجود به تاکي جنگ حرام شه او بلخره او طرفه کوشته نشه افغان واغی وخت افغان مری په دی خو کې افغان مری ایطوری باید نشه <applause> از امی خاطر این نمی چند موضوع که به خدمت شما عرض ممکن است اوجا باشه حالا که بسیار مدت زمانی کم به خاطر برگزاری لوجگای مشورتی مانده که قرار است به تاریخ 19 برگزار شود در این مدت زمان کم حکومت افغانستان باید چه برنامه های را چه پروگرام های را باید روی دست بگیره این تنشی که بین حکومت افغانستان و جریان های سیاسی از جمله بعضی دست های انتخاباتی که پیش آمده تا بتونه این تنش ها را حل بسازه و این دسته های انتخاباتی دیگر را و جریان های سیاسی و جریان های را رئیس جمهور قناعت پتہ کې د نړیوالې مشورې ته اشتراک وکونئ وخت کې نړیوالې مشورې برجاورېږي دغې یا به یو تفاهم ملي برسند. ګوشوې ما د اجازه د اسنای سوال کادنته په دوو غپټه مکالې مګشت کې ورډیشئ منطق در. از نګای بودیشا شي از نګای بودی نسامی واز نګای بودی استخباراتي هیڅ دغه منطق در. او یی معنی شي. اگر ملت بایزت افغانستان آله کس دیگه نشود، ابزار جنگی نشود. چی از این همسایه، چی از می هم چی از احمد، چی از محمود. بلی ما با هم بسیار خوب افغان هستیم، با هم جور اما ایجا خارجی ها دست میزنند، همسایه های ما دست میزنند و بدترین صفات همسایه های که نه ما جغرافی اونا را تغییر داده میتونیم و جغرافی مور هونا تغییر دادند با جوزی که کشتاج اپا کنه گپی ما تکمیل شوا گپی دیگه نمیسته ما هم در از این فقر و مرض به خود از همی چار مرز که دو جا زبانکی باش و درائی باش و نایب که منطقی باش و مذهبی باش و نجایی باش از همون باید سرف نظر کنیم و, و از حالات دماغوژی کن باید سرف نظر کنیم که ای کدیم نکدیم هیچی نکده باشیم این چونین باید نشوه یعنی ما افغان ها در بین خود باید بسیار علمی دروز شریفانه بخاطر ملت خاطر اولاد هنده خود به بیشتر فکر بکنیم این همی موضوع در که اگر باس میشه و ما با میترتیب خود آیا رو تیار بسازیم چند تو بسازیم چرا جور نمیشه؟ ایران ایران ای 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 د فعل دربربر په قدرت نه میچنګه میچنګه ا د ملت ویل نام قدل پاینتر است نه هیڅ ګینچونی نه بود ملت افغانستان بسیار بشرف ملت هسته و سی نو قوت بایزت او با, با بروي شون شي ورډي ملي د پلوشسته ای نورډي مقدس مون چی امنیت ملي این قوتای بسیار پاک دامن من چی خدمت پلیسي خدمتګار به عزت مون که د مجلسه بساتې برای شما فکر نه کوم بسات متوسطه بسات پاین نشن بسیار مردمای بی عزت است و د پولوشن بودا pašا خود ملت بودا pašا یعنی نماز ملت به دونقدر با ترسې هیڅ ګني اما د رینجه د ځتن هاسته وبا خود امکتداد فروخته هاستیم ما می خوښستم کې نمش وګویو اما ضروري نهست خب حالا چه فکر میکنید ای افراد اشخاصی که از ولایت ها که از 34 ولایت افغانستان و که میخواین در لوی جرگه مشورتی که قرار است حضور پیدا کنند اشتراک کنند چقدر این افراد اکثرش به بعضی از شهروندان واگاهان میان که اکثریت افراد ها مثلا به طور سلیقه انتخاب شده از نظر شما چقدر ای افراد ها یعنی به خاص مردم انتخاب شدن و یعنی به چی تعدادشان به طور سلیقه انتخاب شدن در کشورهایی که دوجا جامعه بسته است، جوامع بسته است. مثلا تولای های طالبات یا بگویم یا اجتماعی بسته است. اما جامعه افغانی جامعه باز است. این وقت که اگر کسی قبول نمیکنه ما برش منطق خود میکنم در اینجا ما فکر نمیکنیم که در اینجا دست نامرئی استخبارات دو کار کرده باشه. بلکه در اینجا کسانی باید بوده باشه و استن که خود را کاندید با... فرض مثال ما خود ما کردیم فرم دادیم برشن چیزی که لازم بود تالیفات را برشن دادیم دیگه دادیم ما که دوجا زمره چندین صد نفر ممکن انتخاب شوم، ممکن انتخاب نشوم از همین خاطر انتصابی در اینجا ممکن است بسیار کم شخصات هایی که در اینجا خود کاندید نکرده و نا مؤثر هستند، با نفوذ هر کسی که هست. نه نه يم څنګه رهبري کې د مې توسعتونه مې 40 کل دی جګړه دمدار ماز اوناره حرمت نه درم او وکولم به مې چا مونار مې وینم من فی دیگه شصت تا علمی قدمی ولوم و زمی شصت تا متقاعد از امیر سی ورگان به ازت من نزد به این طرف خوارای بزرگ من که دمیجا هر آن اولادشون دیگه کشته میشه قربانی داده دا میته چرا نی اونا به شکل انتسابی بین متبقیش به نمی ترتیب خودش این کاندید کرده دمیجا برای شماره ای که موجود است تعیین شده به مثال 2500 چقدر نفر دیگه باید به اونا باید تکمیل شو متبقیش خیر برشن دو بکنه برشن اونجا نت نکنه شان بده به مردم برو دا پر شن تبليغات وکنه یي مشنه یعنی یعنی هیڅ څیز نشه د دنیا مردم په کوریا مته بالاشت امیده جو منه مته نه جنگ 44 ختم بیت بسیار حساس امنهایت خوب مدیریت میخه خب چه فکر میکنید آیا ای افرادی که 34 ولایت یا انتخاب شدن و قرار از در لوی مشورتی یا اشتراک بکنند چقدر ظرفیت تجزیه را دارند تا بتانن اما درد و مرد و درد و رنج و ملت, ملت را. را. مردم خود را در لوی جگه مشورتی کاس یا انکاس بتن انکاس بتن و در این زمان دفاع بکنن و مشورت خوب بتن صحیح گفتید سوالت هم سر مقبول است بله خب او ما شما معلوم کا پښې از لسته شونه از کی کیو 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 کی می کا پښان معلوم نه یعنی نه مفهمم نه یک ممل نه پم انت مدبطه نه نه برم کې 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 دو جبرو صرف حث میزنې حث میزنې په شکلي او پرتیفي یا شکله تاریخی حث میزن کې نه مې کښای کې صاحب یو د رایات استان والټيولیا قطو استعداد کې برشا نګرونه مباشه په طارق مسلمان مردومه لوی پکتیاي بایزتمن مردومه لوی قندهارو بایزتمن مردومه تریش کې فرض مثال بومن بایزتمن است تر فرمه سره په شي روپتا به ترمن دولستان مردمه لاغمانه و نګرهار لوی نګرهار مداباشو بلخره کابل تاریخي من په تخت خوبي من به میجا بل یعنی خود ملت مو جمع یکتادته که څنګه کې صاحب نفوذ ملی است نه ان کې کولا وړ بوده باشه بلکه مردم های ملی علمی از پوانتون ها به ویژه پوانتون ها کابل اکادمی علوم دیگه شخصیت ها دمیجه و شخصیت های بانفوزی که در دا داخل مقاره های ما هستند د بنده ماشوم است. اونا باید نتخاب شود و مجبور بوده چون تا وقتی لسه ما جو ما پیش بینی منفی کرده نمیتونیم. آقای قریش حالا که بسیار وقت کم با خطر برگزاری یا لجیرگی مشورتی مانده و ما شما شاید از که وضعیت امنیتی فلان در افغانستان بسیار خراب است. چه در مرکز چه ولایت ها چه فکر میکنید با خطر برگزاری لجیرگی مشورتی چه قدر تدابیر امنیتی گرفته شده؟ بله. او کنون مردمی با ما با مسابی یا کسی که پنج سرباز بودم میفهمم بیگ و تلفات دارم میفهمم بیگ هر سی قوت بیازت ما از سه بیشتر پایینشان و همکارای استخباراتیشان و کشوریشان از پشمولی که بر به وطن ملت و هم میاندیش. تا تا عواممان یعنی منفی و نم من, من تا عواممان همه گیشان این اینکه این هر فکر سل باشه مثالی ها باشه جورا باشه به اصطلاح پختو ما پخلاینه باشه جلجاله باشه همه گیشن میاندشه وقتی که چنین است امنیت خود ملت هم اگر اینا دایر بکنن خود ملت هم میتونه که خاطر تامین و خوندی بودن و تحافظ بودن اینمی جرگه امنیت تامین و انشالله کار کده تشکر آقای عبدالحادی قراشی آگاه سیاسی از حضورتان به برنامه بخیر